سفر رسمی آقای مکرون و همسرش به واشنگتن در این آن که در صدر خبرهای اخیر قرار گرفته بود، اما حاشیه و جزئیاتی نیز از نظرها دور نگه نداشت. آقای مکرون با معاون رئیس جمهور خانم کمالا هریس گفتگو داشت که کمی دیرتر خواهیم دید و همچنین دیدار کوتاهی با آقای بلینکن وزیر خارجه که فرانسه را مانند یک فرانسوی صحبت می کند. این سفر در حالی انجام گرفت که پرونده های روسیه و اوکراین، چین، ایران و کمی دورتر خاورمیانه در زمینه سیاسی و همچنین دیگر پرونده های محیط زیست و یا اقتصادی در برابر هر دو دولت قرار دارد. اولین مرحله سفر رسمی نثار تاجگل در گورستان نظامی آرلینگتون و ادای احترام به تمام سربازانی که برای کشورشان امریکا جان باختند و البته بسیارانی برای آزادی فرانسه در جنگ جهانی دوم کشته شدند. سفر رسمی با ورود آقای مکرون و همسرش به کاخ سفید آغاز شد. ابتدا نواختن سرود ملی فرانسه و امریکا، احترامات رسمی، ادامه کار و مقدمه دیدارها و گفتگوها. آقای مکرون در بهار سال 2018، درست چند روز قبل از کنار گذاشتن طرح برجام توسط آقای ترامپ، به امریکا رفته بود. آقای بایدن فرانسه را کهن‌ترین یار و همپیمان امریکا دانست. آقای مکرون هم مانند تمام رؤسای جمهور پیشین فرانسه قدردان یاری رسانی امریکا در زمان جنگ جهانی دوم شد. آقای بایدن گفت ما در عین تفاهم گاه اختلاف سلیقه هم داریم، اما تفاوت‌های جدی و یا پایدار نیست. ما با اتحادیه اروپا، ناتو، ارزش‌های مشترکی را دفاع می‌کنیم. ما با مردم اوکراین هستیم و من جنگ خشونتبار را گمانه‌زنی می‌کردم، اما نه تا این حد. آقای بایدن اظهار داشت ما همچنین در کنار مردم ایران هستیم. فرانسه و امریکا در کنار هم از مسئولان حقوق بشر در ایران پاسخ می‌خواهند. در همین گفته‌ها بود که آقای بایدن اضافه کرد ما اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی خود را به سلاح اتمی نزدیک کند. آقای مکرون هم از قول خود و همسر و هیئت همراهش گفت ما از این سفر بسیار خرسند و برای انجامش افتخار می‌کنیم. همانطور که گفته‌اید اتحاد ما با خون‌های ریخته شده و احترام متقابل و تعهدات دو سوی پای ریخته شد. آقای مکرون اضافه کرد هر بار که ضرورت و نیازی ایجاب کرد هر یک برای آن دیگری حضور یافت، چیزی که باقی را پای ریخته است. Vive les États-Unis d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Cheers. Thank you. نشریه واشنگتن پست که ترجمه مطلبش را کوری انترنشنال منتشر کرده است. بر این اساس حکومت عملیات خود علیه مخالفان و روشنفکران برون مرزی را افزایش داده و از جمله قصد کشتن برنار هانری لوی نویسنده فرانسوی را داشته است. 43 سال پیش انقلابی ها چهره روح الله خمینی را روی ماه دیدند و این عکس